گروه های مقاومت شیعی عراقی در دیدار با نخست وزیر کشورشان از تصمیم برای مقابله با ارتش ترکیه در صورت ورود به خاک عراق خبر دادند. شنیده شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق را از نیت ارتش ترکیه برای ورود به خاک عراق مطلع کرده است. گفته می شود ارتش ترکیه قرار است بخش از استان نینوا و منطقه سنجار را در چند روز آینده مورد حمله قرار دهد شنیده شده که ترکیه این نیت خود را به مقامهای ایالات متحده آمریکا و ایران اعلام کرده اما هنوز هیچ گونه خبری یا اطلاعاتی در مورد واکنش آمریکایی ها و ایرانی ها به این خبر به دست نیامده است علی اکبری گزارش می‌دهد شنیده ها حاکی از آن است که مصطفی الکازمی نخست وزیر عراق چند روز پیش اطلاع یافته که ارتش ترکیه قصد دارد به مناطقی در شمال عراق حمله کرده و آن را به اشغال خود درآورد. او از اردوغان خواسته این تصمیم را دو ماه به تعویق بیندازد. این تصمیم ترکیه در حالی مطرح می شود که طی دو هفته اخیر ارتش ترکیه چندین بار به آسمان و خاک عراق تجاوز کرده و نقاطی در برخی مناطق این کشور را مورد حمله قرار داده است. بازداشت ابراهیم باریم از سران اصلی حزب کارگران کردستان که در منطقه سنجار در شمال عراق به سر میبرد از آخرین اقدامات ترکیه در عراق است. وی پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ارتش ترکیه به محل نامعلومی منتقل شده است. گفته می شود این حمله ارتش ترکیه بدون هماهنگی قبلی با دولت عراق صورت گرفت. لذا به منزله تجاوز قاطع به استقلال و حریم عراق به شمار می رود. ترک ها مدعی شدند که این عملیات در نقطه مرزی عراق با ترکیه انجام شده در حالی که شهر سنجار بیش از 130 کیلومتر از مرز دو کشور فاصله دارد و در عمق عراق واقع شده است. در پی این اقدام ارتش ترکیه گروه های مقاومت عراقی با نخست وزیر کشورشان دیدار کرده و ضمن انتقاد شدید از این رفتار و اقدام ترکیه اعلام کردند اگر نیروهای ارتش ترکیه وارد خاک عراق شوند با آنها مقابله می کنیم. ما به شدت مخالف کوتاه آمدن و ضعف نشان دادن در قبال چنین موضوع حساس و مهمی هستیم در همین حال گروه های اهل تسنن و کرد عراق در برابر این اقدام ترکیه سکوت کامل اتخاذ کردند. ابو فدک المحمداوی رئیس ارکان نیروهای مردمی هشت که از سه ماه قبل تا کنون در سنجار مستقر شده و بیش از سه گردان نیرو در اختیار دارد اعلام کرده که برای دفاع از خاک عراق در آن منطقه باقی خواهد ماند